دوستان عزیز، در اینجا نوبت میرسه به سوژه های طنز در رسانه های حکومتی و شبکه های اجتماعی که مسعود اون رو ارائه میکنه. خواهش میکنم مسعود. بله، خیلی ممنون امید. موضوع سیاست های بانک مرکزی و وضعیت دلار در شبکه های اجتماعی همچنان روی بورس طنز، چون اساسا از دلار 4200 تومانی جهانگیری هیچ خبری نیست. در شبکه‌های اجتماعی شیوه محاسبه نرخ جدید دلار توسط بانک مرکزی رو اینطور تصویر کردن. مشاهده کنیم با تاس. بعد زیرش نوشته خبر مهم: لحظاتی پیش بانک مرکزی فرمول محاسبه قیمت دلار 4200 را به شرح زیر اعلام کرد. اما یه شهروند دیگه هم زیر یه عکسی که فرستاده اینطور نوشته: ریال بین یورو و دلار. میبینیم که دو تا سگ گرگی هن و یک بچه گربه با پوستین گرگ میونشون نشست. اما خمینی هم در جریان بی ارزش شدن ریال جایگاه جدیدی پیدا کرده. اینو ببینید، بله، بدون شرح. البته فکر کنم جایگاه مناسبی برای خمینی باشه. بله، بهترین جایگاه رو انتخاب شد. یکی دیگه هم به طنز نوشته، ولی من میگم اینا عمدن مملکت رو درگیر قیمت دلار کردن تا افکار عمومی رو از چغال بادوم منحرف کنه. اما نیش و کنایه به حرفای سیف که گفته بود وضع دلار به خاطر دشمن خارجی و فیلتر نشدن تلگرام در شبکه‌های اجتماعی کم نیست. اینم یه نمونه‌اش. عکس مرد گریانی رو نشون میده که میگه نرو دلار، دیگه از این بالاتر نرو، ولی اگه رفتی دیگه برنگرد، چون نمیگن مشکل از مسئولا بود، نمیگن از بیکفایتی مسئولین بود، میگن مشکل از فیلتر نکردن تلگرام. همه چی میندازن تصویر تلگرام این روزا. اما حرفای دیگه سیف در مورد حبابی بودن و موقتی بودن قیمت دلار موضوع ریشخند در جنگ‌های باندیه. خبرگزاری سپاه پاسداران این کاریکاتور رو منتشر کرده. بله، اینجا عکس سیف رو می‌بینیم که داخل یه حبابیه، بعد میگه این شرایط گذراست، یعنی که این خود سیف و حرفاشه که حبابه. اما ترکان معاون آخوند روحانی هم که گفته بود بالا رفتن قیمت دلار کار خوبی بود، تو این جنگ باندی بی نصیب نمونده. همینطور که تو این کاریکاتور میبینید، ترکان میگه این بالا همه چی خوبه، و در حالی که روی قالیچه پرنده دلار 6000 تومانی با یک کیف انباشته از دلار نشسته و تو اون دستش هم اون به قول معروف دیزی معروف آبگوش دستشه که اشاره به حرف معروفشه که سال 93 گفته بود قدرت رقابت در هیچ صنعتی جز قرمه سبزی و آبگوشت بزباش رو نده. اما واکنش ها در مورد رو شدن ابعاد جدیدی از اختلاس ها در شهرداری و در صندوق فرهنگیان در شبکه های اجتماعی به صورت طنز تلخ ظاهر شده. ببینید، پولامونو بردن دو رفته، آنهایی که میلیاردی اختلاس کرده، آنهایی که به کانادا سفر کرده، کل سرمایه مرا برده. همون جایی که نشستی، همون جایی که ایستادی به سینه بزن. پول در بانک مهیاست، بیا تا بزنیم، کانادا منتظر ماست، بیا تا بزنیم. پول یک عده بیچاره که در بانک فلان جهت روز مباداست، بیا تا بزنیم. مرکزی بانک در حالت خواب است مدام، مرکزی بانک در حالت خواب است مدام، خواب او نعمت دنیاست، بیا تا بزنیم. خواب او نعمت دنیاست، بیا تا بزنیم. پول چرکه کف دست است، خودم میدانم. پول چرکه کف دست است، خودم میدانم.
چون که این چرک فریب هاست، بیا تا بزنیم، باید در سفره پهنیده کشور بردار، سهم ما نیست همانجاست، بیا تا بزنیم، همه بردن به یک ما و چرا ما نبریم، همه بردن به یک ما و چرا ما نبریم، ایش در انور دریاست، بیا تا بزنیم، خاوری برد و به ما نیش خمدی زد و رفت، پاسبان هم که خواب است، بیا تا بزنیم، هر کسی بر حکومت که ککش غم نگزید، چون که کگ حامی آنهاست، بیا تا بزنیم، کاسبین را که فلانی ها بونی گرد و بری، فکر آینده چه زیباست، بیا تا بزنیم، هم غریب از که وضعی همه جان خیر شود، خدا دلتتون کنه. بله، انقریب است که خلاصه کل نظام وضعش خیت بشه. خب دوستان عزیز، نگاهی داشتیم به مطالب و موضوعات طنز در رسانه‌های حکومتی و شبکه‌های اجتماعی. با تشکر که ما رو همراهی کردین. با تشکر از تو. خیلی متشکرم مسعود از تو.